با کلی تحقیقات و بررسی به این نتیجه رسیدیم که مهمترین چیز اول سایتمون. با یکیشون کنار آمدیم با مبلغ 17 میلیون تومان. 17 میلیون دادم فقط برای تنظیم سایت. به تا جایی که من میدونم تو اگه بخوای سایت بگیری از خود گوگل هم باید یه مقدار پولی به خود گوگل بدی. یعنی تو بخوای از گوگل یه سایتی بگیری، یه دامنه قراره بهت بده و برای دریافت اون دامنه‌ای که میخواد بهت بده، قطعاً باید یه پولی به گوگل پرداخت کنی سالیانه. یعنی یه جورایی حالت اجاره داره. ولی وبلاگ نه، ولی ساخت وبلاگ هیچ کاری نداره و برنامه‌نویسی وبلاگ یعنی طراحی وبلاگ هم آسان‌تر نسبت به سایت. ولی خب خود رسول داره میگه سایت دیگه، یعنی حتماً اون مبلغ پولی که به گوگل دادن هم داره توی اون 17 میلیون حساب میکنه. فکر میکنم 100 تا 500 دلاره یعنی سالیانه پول دادن به خود گوگل برای دریافت دامنه. ما مثل خنگا رفتیم گفتیم هودی رو برامون تولید کن. خب چرا رسول تو نرفتی اینو بخری از بازار روش طرح بزنی؟ نمیدونیم. اون لحظه اینجوری بود که ما تولید کنن، چرا باید تو تولید کننده باشی؟ او رسول میگه اگر آماده میخریدیم هزینه‌اش و دردسرش کمتر بوده. خب ما برای معرفی اینا هم نیاز به یه ویدیویی داریم، یه چیزی داریم که بهتون نشون بدیم آها اینا ببین چقدر خوبه، چقدر خفن. من رفتم تهران با یه تیمی همکاری کردیم اینو برامون ساختن، یه 7 میلیون هزینه کرد. یه دونه 7 میلیون، یه دونه 17 میلیون، سر هم 24 میلیون تا الان هزینه کرده. که داره میگه از این هزینه ها پشیمونم یه جورایی. خب من خیلی اتفاقی تو باشگاه باشاش شدم، کارش همچین چیزایی. باهاش صحبت کردم گفتم اینجوری جریان. گفت حاجی کلیپتون خیلی بده. اینجوری با 7 میلیون هزینه کرد؟ نه کلیپتون آشغاله. اینجوری حداقل برین جلو، یکم مستقیم‌تر صحبت کنین. من با خودم فهم کردم مثلا آدیداسم. لباسو گرفته بودم اینجوری می‌کردم. بابا بیا نشون بده می‌خواد بخره، با خوشش بیاد بعد ببینه مثلا این چیه چی نیست. ما چند تا کلیپ تبلیغاتی با ایده‌های مهدی استارت زدیم و برخلاف باورمون جواب داد. وای چقدر باحال. این حرفا خیلی با ارزشیه. کسی که خب به این مارکت یک بار جلو رفته و حالا شکست خورده یا حالا یه سری پیروزی ها به دست آورده، خودش داره به زبان خودش بیان میکنه، نه فقط این رو به یک چشم این که این اتفاقا گذشته براش و حالا داره میاد تعریف میکنه و بگذریم ازش نگاه کرد، نه واقعا یه سری تجربیاته که باید ازش استفاده کرد. برای هر کسی که میخواد یه پوشاکی درست بکنه یا حالا یه سری بیننده یا سری مخاطب داره میخواد یه محصولی رو بهشون بفروشه، و این خیلی برام جالبه. پس حتما نباید پیچیدگی باشه توی یه موضوعی تا بتونی به نتیجه برسی. خیلی اوقات در سادگی تمام نتیجه خوابیده و این خیلی جالب بود برام. یعنی سری ویدیوهای خیلی عادی که نرماله و اصلا عجیب غریب نیست میتونه برات سودآور باشه. هزینه های ما همه چی شد 210 میلیون، فروشمون شد 230 میلیون. ما با 3 ماه کار کردن 20 میلیون سود کرد. اگر فردی هستی که مثل رسول مثلا این سری مخاطب داری، میخوای به مخاطبای خودت یه پوشاکی رو عرضه کنی و بفروشی، بری کسایی که دارن پوشاک تولید میکنن به اونا بسپری، هزینه کمتری برات در میاد. چرا؟ چون اونا شغلشون اینه و اونا یه سری افراد رو میشناسن که اون افراد ارزونتر حساب میکنن با اونایی که دارن اون کار رو درست میکنن، با کسایی که شغلشون تولید پوشاکه، و این خیلی نکته دقیقیه. پس یه طوری توی همین داستان میتونست 20 تا 50 میلیون کمتر هزینه کنه اگر پوشاک رو میسپرد دست تولید کنندش. همونجا هزینه خیلی کاهش پیدا میکرد برای 230 عدد اون هودیایی که میخواست درست کنه. یه دونه 17 میلیون برای طراحی سایت، یعنی اگر طراحی سایت نبود یه پیج اینستاگرام بود، خیلی راحت میتونست اون 17 میلیون رو سیو کنه. یکی دیگه هم دوباره 7 میلیون برای تولید محتوا و ویدیوسازی، که اون هم باز خودش گفتش دیگه، گفتش خیلی پیچیده بود و اصلا اونجوری که فکر میکردم جواب نداد. اگه بخوایم حساب سرانگشتی بکنیم و خیلی حالا دست کم بگیریم، میگیم آقا رسول 130 میلیون پول داده بود خودش تولید کرده بود، اگر میدادش به یه نفر که حالا کارش این بود با 110 میلیون میتونست کارو جمع بکنه. یه 20 میلیون اینجا سود، یه 20 میلیون هم اولش سود کرده بود، شد 40 میلیون. 24 تومان هم که سر فیلم برداری و طراحی سایت اینم میره روش، میشه 64 میلیون در کمترین حالت میتونه سود کنه. ولی حالا اگر خیلی دست پر بگیریم، یه نفر رو پیدا کنه که کارش پوشاک باشه و مثلا با 90 میلیون همون تعداد 230 تا هودی رو تولید کنه، رسول بیاد ازش اون 230 تا رو ازش بخره، 80 میلیون 90 میلیون 50 تومان اینجا سود نگه داره، 20 میلیون هم سود خودش بوده، 70 میلیون. بعد از اون برم 24 تومن هم پول فیلم برداری و پول طراحی سایت بوده، میره روش، میشه 80 90 94 میلیون. 50 میلیون کجا؟
90 میلیون کجا خیلی فرقه. این خیلی برام جالب بود که دم رسول گرم واقعا اومدش یه همچین چیزی رو به ما توضیح داد و من به شخصه برام تجربه شد که آقا اگه یه سری کار رو میخوای انجام بدی حتما نباید دنبال بهترین نوع خودش باشی. توی که داره برای اولین بار داری اون کار رو انجام میدی، پله های اول رو استوارتر بردار، مراقبت های بیشتری بکن و بعد که حالا یه ذره پله ها رفتی بالاتر فهمیدی دور و برت چه خبره، اون موقع میتونی خیلی سریعتر و با کیفیت بیشتری اون کارت رو جلو ببری یا پیش ببری. مرسی از اینکه تا آخر نگاه کردی. امیدوارم توی کامنت ببینم تا ویدیو دیگه. توی خوشگل و به خدای ایران میسپارم. پاینده باد ایران.